سلام. سلام، چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ خوبم. کارا رو به راست؟ عالیه. خانواده خوبن؟ اونم خوبن. خوشحالم میبینم. منم همینطور. خب بریم یه سری به استا بزنیم. من بریم. سلام، خوش اومدی. خوبی؟ ممنون. خوش اومدی. سلام، خوبی؟ خوبم. حالتون چطوره؟ ای همه خوبن. ببینم، قراره مهمونی بگیریم؟ نه، دیشب چند تا مهمون داشتیم. آها، چه قوریای قشنگی. از کجا آوردیشون؟ این قوریا رو یه کشیش پیر موقع ازدواج مادرمون به اونا هدیه داد. چه جالب. این قوریا باعث میشن که ما قلبامونو پاک نگه داریم و با یاد خدا زندگی سالمی داشته باشیم. ببین چقدر قشنگه. آره، ازش خوشتون اومد؟ آره خیلی. مراقب باش، خیلی شکنندن. میدونی مادرای ما تا موقع ازدواجشون دخترای پاکی بودن. ما هم میخواییم همینطور باشیم، آفتاب مهتاب ندیده. پس مواظب قوریت باش که نشکنه. مواظبم. اوه، سارا داره میاد. بیا عزیزم، خوش اومدی. سلام، حالت چطوره سارا؟ خوبم. سلام، مدرسه چطور بود؟ عالی. بشین یه چایی با هم بخوریم و تو از مدرسه برام بگو. سارا، نتیجه امتحان ریاضی تو گرفتی؟ بله. خب چطور شد؟ استر اول شد، دیوید دوم شد و جاشوا سوم. تو چی؟ 18 شاید 19، مطمئن نیستم. تو چت شده دختر؟ چی شده سارا؟ تو که قبلا درساتو میخوندی. نمیتونم توضیح بدم. نمیتونی؟ یا اینکه نمیخوای؟ با اون پسر دیوید چی کار داشتی؟ جای درس خوندن چی کار میکردی؟ بذار بعدن راجع به این موضوع حرف بزنیم. سلام سارا، خوش اومدی. چرا اینقدر ناراحتی دختر؟ از دست والدینم. خب چی شده؟ نمره های امتحان ریاضی رو اعلام کردن. من 18 شدم. وقتی به والدینم گفتم، نمیدونی پدرم چقدر دلخور شد. خب بعد؟ پدرم فکر کردی نمره های کم به خاطر اینه که من زیاد با پسرا حرف میزنم و حواسم به درس نیست. از اینجور چیزا دیگه. پدرم خیلی ناراحتم کرد. چرا باید این فکر رو در مورد من بکنه؟ یعنی به من اعتماد نداره؟ اون همش در حال نصیحت کردن منه. یکم خونسرد باش. پدرت کم کم آروم میشه. اگه به اون یکم زمان بدی، اون موقع به حرفت گوش میده. باشه؟ باشه. آفرین دیوید، به تبریک میگم. میلیمانی بازیکنای خوبی داره، ولی ما برنده شدیم. حالا که مسابقه رو بردیم، چطوره که یه مهمونی را بندازیم ها؟ برای فردا شب خونه ما چطوره؟ خوبه، خوبه. سلام سارا، بیتی، خوش اومدی. ممنون. سلام، حالت خوبه؟ سلام، بذار کمکت کنم. ممنون. ممنون. داشتیم دنبالت میگشتیم. ببینم، دلت میخواد تو هم تو جشن امشب شرکت کنی؟ کیا میان؟ فقط برای بچه های تیم فوتبال خودمون. این جشن به خاطر دیویده. باید با جاشوا حرف بزن. اگه اون بیاد منم میام. در ضمن جونا از ما خواسته برای مهمونی ظرفای نوشیدنی بیشتری تهیه کنیم. ازمون خواهش کرد قوریای مادرامونو ببریم اونجا. سارا، چرا قبول کردی؟ فکر نکردی برای قوریا اتفاقی بیفته؟ داری اشتباه بزرگی میکنی. نگران نباش،
من کاملا مراقبم. این کار یه اشتباه بزرگه. اه بالاخره میای یا نه؟ به شرطی که جاشوا بیاد. قوری مادرت هم میاری؟ مطمئن نیستم، بهش فکر نمی کنم. حتما بیا، به همون خوش میگذره. فعلا خداحافظ، میبینم اتون. سلام خانم، چطوری؟ خوبی؟ سلام. خیلی سلام. خوشبختم. فکر می‌کردم جاش تو خونتونه. تبریک میگم. اینجا که یه سالن دیسکوه که. قرار بود تو خونه ما باشه. اما عموم فکر کرد که بهتره جاش تو اینجا برگزار کنه. نریم. خب قوریا رو آوردی؟ لطفا خیلی مراقب باش. آه حتما. بفرمایید. سارا نگران قوریت نباش، حتما درست میشه. ببین من یه نفره میشناسم که میتونه اونو مثل اولش کنه. بزرش به عهده من. خب ادامه بدیم. من همیشه عاشقت میمونم. تو هر شرایطی. تو هر شرایطی. یعنی تو به عهدت وفادار میمونی؟ خب من قول میدم که به عهدم وفادار بمونم. تو مطمئنی؟ آره. فکر میکنم اون گوساله یه مشکلی داره، درست غذا نمیخوره. نمیدونم باید چی کار کنم. ببینم دخترمون کجاست؟ از دیشب تا حالا اونو دیدی؟ آره دیدمش. آه چه عجب، اومدی؟ تو دیشب کجا خوابیدی؟ چرا نیومدی خونه؟ اومدم خونه. کی؟ امروز صبح؟ کجا خوابیدی؟ به من بگو. با دوستان بودم. الان داری کجا میری؟ میرم به نشست جوانان. داری به من راست میگی؟ بله. راستی ببینم سارا، تو اون قوری منو ندیدی؟ نه، شاید به یکی قرض دادیش. نه به هیچ کس ندادم، به هر حال باید دنبالش بگردیم. حالا برو دیرت میشه. حالا میرسیم به آخرین پیام این نشست ها و آخرین فرصت من برای هدایت شما به یک زندگی ایدئال. امروز موضوع صحبت کالاهای دست دومه. همه اجناس نو رو ترجیح میدن، دست نخورده، استفاده نشده و دست اول. خیلی از جوانای ما دارن با زندگیشون بازی میکنن، فقط به فکر خوشگذرونی هن بدون توجه به آینده. فکر نمیکنن در حق خودشون و بقیه چه ظلمی میکنن و وقتی موقع ازدواجشون میرسه متوجه میشن که درست مثل کالاهای دست دوم شدن.
دیگرون بهشون احترام نمیذارن، خودشونم از خودشون بدشون میاد. اگه امروزه دختری باردار بشه مردم میگن مهم نیست، چیزی که درونش کمه اونه یه انسان نیست، یه تیکه گوشته که میشه اونا راحت انداختش دور، درست مثل آپاندیس. این افراد هرگز راجع به رنج و اندوه و گناهی که در قلبشون باقی میمونه حرفی نمیزنن. ممکنه شما بتونید به لذایز نامشروعی بپردازید و از قرص و پیشگیری های دیگه استفاده کنید. حتی میتونید برای فرار از دردسر دروغ بگید، اما به زودی احساس خواهید کرد که پر از گناه هستید. احساس شرمندگی میکنید، حتی شاید مبتلا به ایدز بشید، و اون وقت شما یک کالای خراب هستید، یک کالای دست دوم. و این مسیر خطا باعث میشه که زندگیتون مثل جهنم بشه و در اون دنیا هم شما در جهنم خواهید بود. ولی یه خبر خوش دارم. صرف نظر از اینکه در کجای این جاده هستید، خدا هنوز دوستتون داره و دوست داره که همگی شما رو به مسیر درست و پاک خودش دعوت کنه. از گناهانتون توبه کنید و از خدا طلب بخشش کنید تا اون شما رو به کالای نو تبدیل کنه. اتوبوس اومد. خیلی خوب دیگه، وقت رفتنه. تحصیلات بعدی میبینم اتون بچه ها. خداحافظ. صبر کن دیوید. اون قوری ها برداشتی؟ ممنون. کفش خیلی قشنگیه. آره خیلی خوشگله. چند وقته دیوید اینجا نیومده؟ 3 ماهی هست. اوه، خبری ازش نداری؟ هنوز نه، اما هر آن ممکنه بیاد. فکر کنم خودشه. این اونها هاش اومد. سلام. چطوری؟ خوبی؟ سلام. کاروبار چطوره؟ خوبه، قرار ترفیع بگیرم. بریم خونه ما یه چایی بخوریم و گپ بزنیم. ممنون، باشه واسه فردا. اما همین الان برم خونه. میفهمم. آراسی بگیرش، اینه برای تو آوردم. این تقریبا مثل اول شده، چکه نمی کنه. میدونین تعمیرکارش همه سعیشو کرده، حالا اگه مادرت خوشش نیومد میتونم یکی دیگه براش بخرم. باشه، ممنون. خواهش میکنم. میتونم فردا ببینمت؟ فردا صبح کم خرید دارم. میدونی قرارمون باشه ساعت 11 توی کافه. حالا خب باشه؟ باشه، پس تا فردا. میبینمت. خداحافظ. او سارا، کجا بودی؟ دنبالت میگشتم، میخواستم کمکم کنی که... او قوری زیبای من، بیارش اینجا. چه بلایی سر قوری قشنگ من اومده سارا؟ ممکنه بهم بگی چی شده؟ وقتی مدرسه تعطیل شد به خاطر پیروزی تیم فوتبال مدرسه‌مون یه مهمونی برگزار کردیم. من اصلا نمیدونستم اونا قراره مشروب بخورن،
بعد توی مهمونی یه نفر بی احتیاطی کرد و قوری رو شکست. سارا دخترم، درسایی هست که باید بهت یاد بدم. اول من راجع به قوری ازت پرسیدم و تو ترسیدی که راستشو به هم بگی و به من دروغ گفتی. دوم، خداوند به ما یاد داده که بدن ما مثل این قوریه، میشه باش بازی کرد و نابودش کرد. و سوم، ما میتونیم هم از عیسی مسیح و تعلیماتش پیروی کنیم و هم از آدمای گناهکار و تبدیل بشیم به یه جنس دست دوم، درست مثل همین قوری. انتخاب با خودته. سلام. سلام. اینجایی؟ امیدوار بودم ببینمت. ای گارسون، یه سودا بیار با یه دونه کوکا. مادر جریان قوری فهمید؟ آره فهمید. خب چی بهت گفت؟ اون عصبانی نشد، با هم درباره یه چیزایی حرف زد، مثل اهمیت به بدن و زندگی با خلوص. از این حرفا اصلا خوشم نمیاد، همش نصیحتمون میکنن. دیوید، دیوید، باید یه چیز رو بهت بگم. خب حالا بگو. راستش من بار دارم. چی؟ حقیقت داره؟ مطمئنی؟ آره. خانوادت همه چیه میدونن؟ نه اونا نمیدونن. مطمئنن دچار مشکل میشیم، از طرف کلیسا والدین هم عصبانی میشن. باید یه راهی پیدا کنیم. بهترین راه برای ما ازدواجه، بعد میتونیم با هم دیگه بچه رو بزرگ کنیم. تو باید دیوونه شده باشی. اما این بچه ای ماست، این درست‌ترین کاریه که ما میتونیم انجام بدیم. اگه ازدواج کنیم بهمون احترام میذارن، بعدش میتونیم از بچه‌مون. دیگه نمیخوام دربارش حرف بزنم، باید راجع بهش فکر کنم. کی به من جواب میدی؟ کی میتونم ببینمت؟ نمیدونم، شاید فردا. دیوید، سلام. دیوید سلام. تو داری میری؟ آره. من چی میشم؟ تصمیم گرفتی؟ من برای ازدواج آماده نیستم. اما دیوید تو به من قول دادی. بیفایده سارا، سعی نکن نظرمو عوض کنی. دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. آخه بگو من باید چیکار کنم؟ بچه‌مون چی میشه؟ تو میتونی به سادگی بچه‌تو بندازی، اون وقت والدینت و کلیسا چیزی نمیفهمن. اما دیوید تو قول دادی که همیشه عاشقم میمونی، با هم ازدواج میکنی و با هم. بیفایده سارا، نمیخوام بیشتر از این بحث کنم، دیگه باید برم. اما دیوید. بلم کن، این مشکل توه. دیوید. وای خدای من، چی شده دخترم؟ صدمه دیدی؟ چی شده؟ تو چت شده؟ حالت خوبه؟ دیوید. هی سارا، سارا، انگار حالت خوب نیستان؟ چه اتفاقی افتاده؟ میدونی داستانش خیلی طولانیه،
شاید حوصله‌شو نداشته باشی. چرا دارم. ملیکو لطفاً براش چای بیار. حالا همه‌شو برام تعریف کن. خب من الان باردارم. تو؟ پدرش کیه؟ دیویده. ولی وقتی بهش گفتم و ازش خواستم ازدواج کنیم اون قبول نکرد. گفت آمادگیشو نداره. وقتی ازش پرسیدم چی کار باید بکنم بهم گفت برو بچه رو بنداز. تو احتیاج به کمک داری. اگه دلت بخواد میتونم ببرمت پیش کسی که یه اطلاعاتی درباره به دنیا آوردن بچه داره. ببخشید خانم، میخواستیم با دکتر تاندلا صحبت کنیم. الان میتونیم؟ بذارین بپرسم. ممنون. بیتی، اصلا نمیفهمم اینجا چی کار داری؟ منم همین سوالو دارم. ببخشید دکتر تاندلا، این دوست من ساراست و میخواد راجع به مشکلش با اتون صحبت کنه. خواهش میکنم بنشینید. ممنون. خب بهم بگو مشکل چیه سارا؟ دکتر من فکر میکنم باردارم. خب چه مشکلی وجود داره؟ پدر من یه مبلغ مذهبیه. پدر و مادرم اعضای کلیسان. میدونین اگه کلیسا مطلع بشه چه درد سرایی برای من درست میشه؟ خب چه کمکی از من برمیاد؟ سخت جنین. مطمئنی؟ پدر بچه کجاست؟ اون موافقه؟ اون رفته به نایروبی. اون این بچه رو نمیخواد. در واقع خود اون بود که پیشنهاد این کارو داد. میدونی ما چطور سخت جنین میکنیم؟ نه. بذار بهت بگم. اول یه دارو به تزریق میکنیم تا کاملا بیهوش بشی. بعد از اون این وسایلو با فشار وارد رحمت میکنیم تا جنین تیکه تیکه بشه. بعد تیکه ها رو در میاریم. به همین راحتی. ببینم این جراحی خطرناکه؟ خب بیشتر اوقات خطرناک نیست. به احتمال 60% شما این جراحی رو با سلامتی و بدون مشکل پشت سر میذارید. میخوای امروز این عمل انجام بدی؟ امروز نه، میخوام یکم فکر کنم. چند روز دیگه میام و تصمیممو بهتون میگم. باشه. خیلی متشکرم دکتر. سلام. سلام. سارا خونه است؟ بله اونجاست. باشه ممنون. سلام سارا. سلام، خوش اومدی استا. مرسی. ممنون. خوبی؟ آره تو چطوری؟ ممنون. بیا. باشه بریم. اون طرف چه خبره؟ آه همسایه هامون دارن خونه میسازن. آها. خیلی وقت بود دنبالت میگشتم. کجا بودی؟ همین دورو برا. چطور؟ هفته دیگه یه اردوی جوانان برگزار میشه. میخواستم تو هم بیای. چه شده؟ سارا با دیوید دعوت شده؟ اون رفته برگشته به نایروبی. مشکل فقط اون نیست استا. مله؟ لطفاً به کسی نگو. چیو؟ من حاملم. من نمیدونم باید چی کار کنم. آه خدای من، چطور ممکنه؟ پدرش کیه؟ دیویده. اما با هم ازدواج نمی کنه. اون میگه به هیچ وجه این بچه رو نمیخواد. قراره یه جلسه تشکیل شه فردا بعد از ظهر. من و تو هم میتونیم شرکت کنیم. حتما بهت کمک میکنه.
باشه. با دقت گوش کنید و به یاد بسپارید. مروجین سخت جنین اعتقاد دارن که جنین یک انسان زنده نیست. اونا میگن جنین فقط یه تیکه گوشته که میشه اونو به سادگی دور انداخت، مثل خیلی از جراحی ها. یا حتی میشه اونو به محققینی که در آزمایشگاه های علمی مشغول به کارند فروخت. حالا میخوام فیلمی رو در این رابطه بهتون نشون بدم. امروزه ما دستگاه‌هایی داریم که میتونیم با کمک اونا توسط امواج صوتی تصاویر رو از درون بدن داشته باشیم. این دستگاه میتونه جنین در حال شکلگیری رو در رحم نشون بده بدون اینکه به جنین کوچکترین آسیبی برسونه. در این فیلم شما یک جنین زنده رو خواهید دید. لطفاً توجه کنید. همکنون با ابداع فناوری‌های جدید مانند تصویربرداری فراصوتی به طور کامل میتوان جزئیات شکل‌گیری یک جنین را مشاهده کرد. فناوری فراصوتی موج‌های با فرکانس بالا تولید می‌کند که برای مادر و جنین بی‌خطر می‌باشد. موج‌های صوتی به درون شکم مادر منتقل شده و سپس برگشت داده می‌شوند. سپس یک کامپیوتر این موج‌های الکتریکی را گرفته و به تصویری که قابل تشخیص می‌باشد تبدیل می‌کند. شری ریچارد متخصصی است که این فرصت را داشته تا فرایند رشد جنین را در رحم مادر ببیند و اولین کسی بوده که این تجربه را به دست آورده و مزایای آن را برای من بازگو می کند. این که برای اولین بار تونستم یه جنین رو به پدر و مادرش نشون بدم برای من یه تجربه موفقیت آمیزه. در این تصویر تمام اعضای یک جنین قابل شناسایی هستند. این ضربان قلب جنینه، این شکم و اینم دیافراگم. وقتی دیافراگم بالا و پایین میره بچه داره نفس میکشه. دوباره به قلب نگاه کنید. میتونید بخشای جداگانه قلب رو ببینید و دریچه های مختلف رو شناسایی کنید. این دستشه. اون داره دست کوچولوشو به سمت شما مشت میکنه. اینم اون یکی دستشه. داره انگشت اشارهش رو بالا میبره. میبینید؟ میتونید چرخشای چشم و دهان رو ببینید. ببینید داره خمیازه میکشه؟ حالا این بچه میخواد زبونش رو در بیاره. الان این کارو کرد. حالا دوباره فقط داره بدنش رو میلیسه. ببینید؟ خیلی جالبه. خب امیدوارم از این فیلم نکات آموزشی لازم رو گرفته باشید. خب بچه ها چطور بود؟ هر کی نظری داره بگه. من نمیفهمم چرا مردم فکر میکنن که اشکالی نداره. این درست مثل قتله. با همه این چیزایی که دیدم، ضربان قلب، قلتیدن بچه، باز کردن دهان، حرکاتش، این یه بچه واقعیه، یه انسان زنده، نه فقط یه تیکه گوشت. در حال حاضر من بار دارم و پدر مادرم اینو نمیدونن. پدر بچه‌م این بچه رو نمیخواد. در واقع به من گفت سختش کنم. اما من تصمیمم رو گرفتم. من میخوام بچه‌م رو نگه دارم و فردا این موضوع رو به والدینم میگم. جلسه چطور پیش رفت؟ مثل همیشه بعضی ها سوال های بیموردی میپرسیدن. سارا؟ بله. شنیدم دیروز عصر توی جلسه خاص شرکت کردی. بله پدر. این جلسه خاص موضوعش چی بود؟ موضوعش بود سقط جنین. سقط جنین؟ چرا در این باره کنجکاو شدی؟ بهتره به ما بگی. میخوایم کمکت کنیم. چرا به این موضوع فکر میکنی؟ من راستش من باردارم.
بارداری؟ کی اتفاق افتاد؟ پدرش کیه؟ تعالیم ما رو فراموش کردی؟ ارزش‌های ما رو زیر پا گذاشتی؟ چی کار کردی دختر؟ تو این موضوع رو میدونستی؟ کم کم داشتم میفهمیدم، اما بذار برامون توضیح بده. همه چیزو برامون توضیح بده. پدر بچه دیویده. هیچ وقت از اون کثافت خوشم نیومد. بذار تعریف کنه. اون بهم قول داد که عاشقم میمونه همیشه و با هم ازدواج میکنه، خصوصا اگه بچه ایم در میون باشه. مردا همیشه اینو میگن. بعد وقتی داشت برمیگشت به نایروبی بهم گفت که باید بچه رو بندازم، که شما و هیچ کدوم از افراد کلیسا خبردار نشین. اون یه حرومزاده است. تو آبروی پدر و مادر تو بردی، هم آبروی ما و هم کلیسا. تو یه دختر بی شخصیت بیشتر نیستی. چیز دیگه‌ای هم ندارم بگم. سارا، من و پدرت دوستت داریم و میخوایم کمکت کنیم. پدرت دفعه بعد بهت میگه چی کار کنی. بیتی چه شده؟ بیتی بلند شو. بیتی، وای خدای من. سارا زود باش بیا. چیه؟ زود باش، باید کمکش کنیم. بیتی افتاده روی زمین، زود باش. چی شده؟ نمیدونم، باید کمکش کنیم. خیلی خوب. بیتی خدا. آی چه شده سا؟ نمیدونم، همینجا دیدمش، نمیتونه حرف بزنه. بیتی چی شده؟ عمل سخت من موفقیت آمیز نبوده. من دوچار خونریزی شدم، حالم خیلی بده. خدای من، بیتی بسی باید ببینید پیش دکتر. بیفایده است، نیروی برام نمونده، کارم تمومه. فقط یه قولی به هم بدین. چی؟ به بقیه بگین از روابط غیر اخلاقی دوری کنن. سقط جنین یه جور قتله. بیتی تعامل کن. خداحافظ. بیتی دیگه نمیتونم. بسیزم، خدای منم مرده. باورم نمیشه. بسی نه بسی. سارا کجاست؟ اون رفته بیرون. همون چیزی که انتظارشو داشتم اتفاق افتاد. مردم روستا همه دارن راجبه دختر کشیش حرف میزنن، سارای ما. بعد از رفتن تو سارا برام تعریف کرد دیروز چه اتفاقی افتاد. چی شده؟ از اینکه صبر نکردی حرفاشو بشنوی ناراحت شد. شاید بهتر بود یکم صبر میکردی. خب من جوانای امروزه رو خوب درک نمیکنم. اونا تعالیم بزرگترا رو نادیده میگیرن. پس ما باید راه‌های بهتری برای ارتباط با اونا انتخاب کنیم. باید به اونا در حل مشکلاتشون کمک کنیم. ببین، من در این مورد خیلی با جوانای کلیسا بحث کردم، خیلی زیاد. ما تقریبا همه راه‌ها رو امتحان کردیم، اما متاسفانه هنوز کل شقایی مثل سارای ما هستن که یه جورایی رفتارشون غیر اخلاقی و اشتباهه. تو نباید اینطور حرف بزنی جیمز. اما اون با کارش آبروی ما رو برد. مردم دیگه به عنوان یک کشیش اصلا به من احترام نمیذارن. احترام و اعتبار من لطمه خورده. من باید برای حل این مشکل. ها؟ صدای چی بود؟ سارا برگرد، میخوام باید حرف بزنم. بذار بره جیمز، راحتش بذار. حرفات خیلی ناراحتش کرده. خیلی بذار یکم آروم بشه، بعد باهاش صحبت کن. باشه. سارا
سارا بیا اینجا، بیا. چای میخوری؟ آره ممنون. هی چی شده؟ گریه کردی؟ تصمیم گرفتم بچه‌مو نگه دارم و این موضوع رو با خانواده‌ام در میون گذاشتم، اما پدرم خیلی عصبانیه، حتی نمیتونم باهاش حرف بزنم. تعجب آور نیست. گاهی اوقات تصمیم میگیرم خودکشی کنم سلینا. نه 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 سارا، راهش این نیست. تو باید از اینجا بری و یه کاری پیدا کنی، شاید نایروبی. بعد از یه مدت والدینت آروم میشن. دیگه مغزم کار نمی کنه. ها سلام سلینا، چطوری؟ سلام، خوش اومدی. مزاحم شدم؟ نه نه اصلا. معرفی نمی کنی؟ دوستم سارا، ایشونم آقای بنزی. به نظر میاد گریه کردی سارا. دوستم داره دنبال کار میگرده اما هنوز پیدا نکرده. تو فکر میکنی بتونی کمکش کنی؟ خب البته میتونم تو نایروبی برات کار و محل اقامت پیدا بکنم. خیلی ممنون میشم. میشه بگین کی؟ اتفاقا من فردا میرم نایروبی، راست ساعت 7 میام اینجا دنبالت. باشه؟ خیلی ممنونم، عالیه. باشه پس ساعت 7 میبینمت. باشه باشه، من 5 دقیقه دیگه قرار دارم، باید برم. باشه میبینمتون. خدا حافظ. این وقت صبح کجا میری؟ میرم دوستامو ببینم. برو اونجا بشین، درباره دوستات باید باید کلی حرف بزنم و جاهایی که میری. اما دوستام منتظرن، باید الان برم. میشه بعدن حرف بزنیم؟ باشه پس برو، ولی دیگه اینجا بر نگرد. تو برای ما ننگ و بیابرویی آوردی، برای خانوادت، همینطور اعتبار من. حالا بهتره هر چه زودتر اینجا رو ترک کنی، و اگه میخوای اون بچه رو نگه داری نگهش دار، اما هیچ وقت اینجا نیارش. فهمیدی چی گفتم؟ برو. چی کار کردی؟ دخترمونو از خونه بیرون کردی؟ باید همین کارو میکردم. نمیتونی بچه‌مونو ببخشی؟ تو خیلی سخت گیری. سلام سارا. اوه سلام. جالبه، نمیدونم چرا آقای بنزی دیر کرده، اون خیلی وقت شناسه. اوه انگار داره میاد. فکر میکنم کسی همراهشه. اون خانوما کیان؟ آه چند تا از دوستاش. چند لحظه منتظر باشید گارسون. آها چطوری سلینا؟ خوبم ممنون، خوش اومدی. خب سارا میبینم کاملا آماده ای که اینجا رو ترک کنم. بله آمادم. خب متاسفم که ناامیدت میکنم، اما برنامه های من عوض شده، نمیتونم با خودم ببرمت، ولی قول میدم دفعه بعد یه کاری بکنم. باشه باشه، به امید دیدار، روز بخیر. ممنون. خیلی خوب، بریم بریم. متاسفم ولی فکر میکنم علتشون خانوما بودن. سارا به چی داری فکر میکنی؟ من دارم میرم. کجا؟ یه جایی که بتونم فکر کنم، باید یه کاری بکنم. سلینا من باید یه کاری بکنم. مثلا چی کار؟ بعدن میفهمی چی کار. سارا صبر کن، اینو جا گذاشتی، لازمش ندارم. خودش نگاه کن.
شاید تصمیم بگیرم خودکشی کنم. هی داری چی کار میکنی؟ سلام سارا. سلام. امروز زود بیدار شدی؟ میخوای جایی بری؟ تصمیم گرفتم برم نایروبی. اوه راستی امروز چند تا مرد اینجا بودن، راجب آتیش سوزی حرف میزدن. یه نفر قصد داشت خودشو بسوزونه. تو چیزی میدونی؟ چرا از من میپرسی؟ چون دیدم داشتی این مطلب رو تو روزنامه میخوندی و میدونستم خیلی به هم ریخته ای. آره خودم بودم. چرا سارا؟ چرا؟ سلینا پدرم رو بیرون کرده. خیلی خب حالا بیا بریم برام تعریف کن. دیروز که از خونه اومدم بیرون پدر سعی کرد جلومو بگیره و خیلی عصبانی شد. بهم گفت از خونه برم بیرون و دیگه بر نگردم، حتی با بچه. خدای من دردناکه. نگاه کن آقای بنزی دوباره برگشته. سلام آقای بنزی، حالتون چطوره؟ متشکرم. بفرمایید چای. واقعا خیلی تشنمه. کی از نایروبی اومدی؟ دیروز اومدم ولی همین امروز باید برگردم. خب سارا تو چطوری؟ اون داشت راجبی مشکلاتش توی خونه با من صحبت میکرد. میفهمم. هنوز میخوای بری نایروبی؟ معلومه، اگه ممکن باشه خیلی دلم میخواد برم. خب من همین الان باید برم. اگه آماده ای تو هم میتونی بیایی. آماده ای؟ بله من حاضرم. بریم. سفر بی خطر. ممنون. خدا به همراهتون. خدا حافظ. صبح بخیر سلینا. صبح بخیر پدر. ببینم تو دخترم سارا رو ندیدی؟ چرا؟ اون چند دقیقه پیش اینجا بود. بهتر از دیوید بپرسین، دوستشه. احتمالاً اون میدونه سارا کجاست. باشه دیوید. دیوید تو دخترم سارا رو ندیدی؟ من باهاش حرف نزدم ولی دیدم که با آقای بنزی رفت با اتومبیل. هی سلینا. بله؟ میدونی کجا رفتن؟ اونا رفتن نایروبی. نایروبی؟ بله. برای چی؟ فکر میکنم رفت کار پیدا کنه. رفت کار پیدا کنه؟ مگه من نمیتونم ادارش کنم؟ شایدم یه نقشه است که کار خودتونه. این کارو میکنین که کسی شما رو تو شهر نبینه، درست میگم؟ ببین پدر، من نمیفهمم چرا اینقدر ناراحتین. شما ماها بود که فرصت نکردین حرفای سارا رو بشنوین، سعی نکردین کمکش کنین. بعد وقتی که باردار شد اونو بیرون کردین، چرا دنبالش میگردین؟ متوجه باش که چی میگی. باید احترام منو نگه داری. من بزرگترم و معتمد کلیسا. میدونین چیه؟ شما همیشه راجع به عشق حرف میزنین و بخشایش، اما وقتی دخترتون خطا کرد نتونستید اونو ببخشین. همش نگران احترامتون پیش مردم بودین. شما
دخترتون رو از خونه بیرون کردین. به خاطر همینم من هیچ احترامی برای اخلاقیات شما قائل نیستم. سلام. سلام. خوب هستین؟ ممنونم. فکر میکنم به کمک احتیاج دارین. بله. بفرمایید. میخواستم کشیشو ببینم. خب من خودم کشیشم. بسیار خوب. من توی دردسر بزرگ گیر افتادم. کمکم میکنین؟ بله البته. بفرمایید. ممنون. خوش اومدین. من کشیش پاتریک مورونگا هستم. کشیش این کلیسا. اسم تو چیه؟ من سارا هستم. سارا؟ چه اسم قشنگی. میخوایی مشکل تو برام بگی؟ خب همه داستانو براتون تعریف کردم. حالا هیچ جایی رو ندارم برم. به خاطر پدرم نمیتونم برگردم خونه. خواهرش رئیس بیمارستان کیتاله است و من میخواستم برای یه مدت حداقل تا وقتی بچه به دنیا بیاد پیش اون بمونم. تو کرایه اتوبوس داری؟ نه ندارم. خب فهمیدم. فکر میکنم کلیسا میتونه به تو کمک کنه. حدوداً یه ساعت دیگه یه اتوبوس به سمت کیتاله میره. میخوای تا ایسکا برسونمت؟ بله ممنون میشم. خواهش میکنم. پس بلند شو بریم. خداحافظ. خب سارا دیگه چطوری؟ بد نیستم اما دلم میخواست با مادرم حرف بزنم. شاید بتونم کمکت کنم. بگو مشکلت چیه؟ اشتباه بزرگی بود. کدوم اشتباه؟ باید سعی میکردم اون شب با دیوید درست رفتار کنم. همه ما اشتباه کردیم و کارهای نادرست انجام دادیم، اما خداوند وعده داده اگه اعتراف کنی ما رو میبخشه. باید اینو ازش بخوایم. پس میتونه تو رو هم ببخشه. ولی من اشتباهات زیادی انجام دادم. از پدرم به خاطر کاراش متنفر بودم. سارا لطف خداوند و عشقش به قدری زیاده که بدترین گناهان رو هم میبخشه. مطمئن باش خدا میخواد بهت فرصت بده که پاک بشی و به خاطر خون عیسی مسیح تو رو میبخشه. چرا همین الان دعا نمی کنی و ازش درخواست کمک نمی کنی؟ خدایا گناهکارم که سخنانتو نادیده گرفتم. لطفا منو به خاطر همه اشتباهات هم ببخش. به واسطه خون عیسی مسیح منو منزه کن.
به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. ایمان داری که خدا تو رو بخشیده؟ بله کاملا باور دارم. میتونی دیویدو هم ببخشی بابت خطایی که انجام داده؟ بله. خب پدر تو چطور؟ سخته، خیلی سخت. اما اونم میبخشم. آه خدا رو شکر. خانم بفرمایید. مبارکه. او بچه خوشگل منو نگاه. بفرمایید اینجا بخش مجروحینه. ممنون خانم. آی دکتر این آقا میخواد دخترش سارا رو ببینه. صبح بخیر دکتر. صبح بخیر. حال دخترم سارا چطوره؟ دخترتون حالش خوبه، البته اون جراحات خیلی زیادی برداشته، ولی نگران نباشید اون حتما حالش خوب میشه. خدا را شکر. حال بچهش چطوره؟ بچه حالش خوبه. خوبه؟ صدمه ای ندیده. اجازه میدید؟ بله. متشکرم. دخترم حالت چطوره؟ خیلی بهترم. راننده اتوبوس مست بود، با یه کامیون تصادف کرد، دو نفر کشته شدن. متاسفم. خدایا من گناهکارم در برابر تو، دخترم، خونوادم و کلیسای تو. به خاطر رفتار خودخواهانم لطفاً منو ببخش. از طریق خون عیسی مسیح منو منزه کن. به نام مسیح از تو میخوام. آمین. سارا خداوند منو بخشید. تو هم میتونی به خاطر رفتار منو ببخشی؟ قبلا شما رو بخشیدم چون به مسیح به عنوان رهاننده اعتقاد دارم. دیوید تو سارا رو دوست داشتی مگه نه؟ آره. پس چی شد؟ رفتار نادرستی انجام داد؟ اون باردار شد و بچه رو نگه داشت. تقصیر اون نبود. اون بچه نتیجه ی عشق بین شما بود. درسته دیوید؟ خب حرفت درسته، اما نباید نگهش می‌داشت. میشه همه این مشکلات خیلی ساده تر حل کرد. ساده تر نه دیوید. سخت جنین قتله. سارا دختر خیلی شجاعیه. اون اصلا از حرفای خانوادش تأثیر منفی نگرفت و تصمیم گرفت که بچه رو نگه داره و طبق روش خداوند زندگی کنه. اون علام پدر و همسر بودن تو احتیاج داره به عنوان یه خانواده معتقد. باید راجع به این موضوع خوب فکر کنم. تو به کسی احتیاج داری که در این مورد کمکت کنه. میدونی مسیح هر کاری رو که تو بخوای بکنی میفهمه. اون میتونه قدرت انجام دادن هر کار درستی رو به تو بده. من دیگه باید برم، ولی قبل از رفتنم بیا دعا کنیم. خداوندا تو دعامونو میشنوی. به دیوید کمک کن تا آموزش رو در قلبش پیدا کنه. کمکش کن تا کار درست رو انجام بده. قدرت انجام کار صحیح رو بهش بده. به نام عیسی مسیح. آمین. فردا ساعت 10 صبح میام پیشت. باشه. اون موقع تصمیم تو به هم بگو. خوبه. میبینمت.
صبح همگی بخیر. سلام. صبح بخیر. امروز چطوری سارا؟ خیلی بهترم. دکتر گفت احتمالاً این جمعه مرخص میشم. خدا رو شکر. ما برات دعا میکردیم. دیوید دلت میخواد در مورد مستجاب شدن دعاهات بگی؟ من مسیح رو به عنوان رهاننده خودم پذیرفتم. اون منو بخشید همه گناهانمو و از امروز در تمام زندگی از اون پیروی میکنم. سارا ازت میخوام به خاطر کارام منو ببخشی و به خاطر حرفایی که زدم منو میبخشی؟ بله میبخشمت. میتونم بغلش کنم؟ خوشگله. یه چیز دیگه سارا، میخوام که همسرم بشی، قبول میکنی؟ بله قبول میکنم. بگیرش. در این لحظه شما دیوید و سارا با یکدیگر پیمان بستید، پس تا دم مرگ به هم وفادار بمانید و در این پیوند نشانتان حلقه ازدواجتان خواهد بود. با اجازه‌ای که به من داده شده، از حالا به بعد شما دو نفر رو زن و شوهر اعلام می‌کنم و بدانید کسانی که خداوند آنها را به هم پیوند داده است هرگز پیوندشان گسسته نخواهد شد. امروز واقعا خیلی خوشحالم، واقعا خوشحالم، مخصوصا تو خونه جدیدمون همراه تو و همراه پسرمون موسی. فکر میکنم خدا ازم میخواد که واقعیت سخت جنین رو برای جوانای کلیسا بگم و همینطور در مورد اهمیت پاکی روابط، همونطور که خدا دستور داده. میدونی اونا باید شادی پاکی و تقدس ارتباط عاطفی رو در دین مسیح کشف کنن. میدونی منم حس میکنم خداوند با من حرف میزنه. میتونیم با هم به جوانا کمک کنیم تا راه خداوند رو پیدا کنن. من مطمئنم که خداوند هنوزم ما رو دوست داره، حتی اگه مثل قوریای بند زده باشیم.